درود بر شما دوستان و همراهان کانال سرانه، لطفاً تا پایان این گزارش با ما همراه باشید. این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، یکی از شعارهای مهم روزهای اخیر معترضان در ایران است که روز یکشنبه سوم مهر 1401، 25 سپتامبر 2022 در نهمین روز از اعتراضات سراسری توسط گروهی از مردم در منطقه شهر آرای تهران تکرار شد. برای اثبات این همه سال جنایت نیازی به جستجو در کتابهای تاریخ و آرشیوها نیست. تنها بررسی آنچه این روزها در شهرهای مختلف ایران می‌گذرد کافی است. جدیدترین سند جنایت ولی فقیه این دختر 20 ساله اهل کرج است به نام حدیث نجفی. در روزهای گذشته کلیپی از او منتشر شده بود که پیش از پیوستنش به معترضان موهایش را می‌بست، گو آنکه قرار است پا به میدان نبرد بگذارد. ظاهراً همان شب، یعنی شب سیوم شهریور، نیروهای سرکوبگر به او شلیک می‌کنند. طبق گزارش‌های منتشر شده، نیروهای ولایی که هر ساله برای تیر خوردن علی اصغر و علی اکبر در 1400 سال پیش اشک‌ها می‌ریزند، نه یک گلوله بلکه 6 گلوله به شکم، گردن، قلب و دست این دختر بیگناه شلیک کردند. تصویری از چهره خون‌آلود و صورت تیر خورده او در فضای مجازی منتشر شده که متاسفانه به خاطر قوانین یوتیوب قادر به بازنشر آن نیستیم. تصویر دخترایی مثل جینا، مثل حدیث، این بدطفلای معصومی که کشته شدن، مگه میتونی ایرانی باشی و ببینی تصویرهای لعنتی رو؟ خب ما رو اسیر میکنن اگه انسان باشی، نیروی لعنتی که داری سرکوب میکنی. یک لحظه فکر کن با دیوانه میشی تو؟ مگه تو مطمئن باش ایرانی نیستی؟ اما کشتار و سرکوب مردم بیگناه و بی‌سلاح و خواسته های به حق آنها باعث تشدید تردید در ذهن نیروهای سرکوبگر شده. یک کلیپ منتشر شده از اظهارات حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی در میان نیروهای سرکوبگر، و تأکید او بر این موضوع که نیروها نباید در سرکوب و کشتار مردم به خود تردید نشان دهد چون راهشان درست است، ثابت می‌کند چنین تردیدی به صورت گسترده در میان ماموران وجود دارد. ما باید دقت کنیم، بچه‌ها وظیفه‌مون رو خوب انجام بدیم. خدا رو در نظر بگیریم، دقت کنیم. مسیری که داریم میریم مسیر درست. امروز اگه اینجا ما وایسادیم، به یکی میگم برو، یکی دست بگیر، برای امنیت مردم، کاملا برای مردم. یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتیشو میکنیم، اونم باید بگیریم. اگه کنترلشن کنی، اینو پاک کنی، یه اموال مردم برمی، این یه اتفاق میفته کاملا برای مردم. هیچ کسی ما هیچ جایی مثل به فکر مردم نیست. این چند روز هم بچه خیلی خوب عمل کرد، محکم هم وایسید، یک ذره شک نکنید به مسیر، یک ذره. خدا شاهده ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا مو رفتن، ما توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه دیگه مسیحی هست که اگه حاج خواستن بودن شبیه به دشمنگاه خوب کاری کرده، چون اونا میخواد اصل نظامه بزن، میخواد شهدهای ما را از امون بگیرم، خواهد بگه اصلا این راهی شما از این قلاب داره درست نگیر، اصلا اینکه ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت، اصلا این لباس پوشیده که پاسدار این نظام باشی، پاسدار این مردم باشی، حافظ جان و مال و ناموس مردم. دارن تیراندازی میکنن. بعید نیست که درخواست گسترده از نظامیان به ویژه ارتشیان برای پیوستن به مردم و دفاع از آنان نیز بر گسترش تردید میان نیروهای سرکوب تأثیر داشته. درست استش که ارتش معمولا پاسدار مملکت و مرز و بومش هست، ولی ما یه شرایطی داریم که امروز دشمن داخلی داره به مردم تیراندازی میکنه، دشمن خارجی نیست که تهاجم به اصطلاح مسلح میکنه، ما دشمن داخلیمون حکومتی است که مردم رو داره میکشه. حتی شما اگه وظیفه اصلیتون یه چیز دیگه باشه، امروز انصافا به حکم وظیفه بایستی از مردم غیر مسلح و بی‌دفاع یه سپری باشین براشون. سوم مهر، بولوار کاوه از پل آویزون کردن،
ارتش امید ملت است، همراهمان بجنگید. حمایت از معترضان در داخل و خارج از ایران به شکلی بی سابقه گسترده بوده و هر روز بر تعداد سلبریتی ها یا افراد مشهور داخلی و خارجی که از اعتراضات مردم ایران حمایت می کنند افزوده می شود. همین امر سبب شده تا افرادی در داخل حکومت خواستار برخورد شدید با این افراد باشند. قوه قضاییه باید با اون سلبریتی هایی که تحریک احساسات کردن یا افراد سیاسی که القاعات دروغ رو برجسته کردن بدون این که نتیجه فوت مرحومه مهسا امینی معلوم بشه آمدن یک سناریو ایجاد کردن، جوانهای مردم رو تحریک کردن، من معتقدم قوه قضاییه به جد با اون محرکین باید برخورد کنه. درسته. این بازیگرایی که جانشون به پولشون بنده و با جیب مردمی پولا رو کسب کردن، خسارات رو باید قوه قضاییه از جیب اونها بگیره. من یه نکته هم عرض کنم. خیلی کوتاه، فرصتون به اتمام رسید. خانواده‌هایی که بچه هاشون در این آشوب ها آسیب دیدن، اونها هم باید علیه این محرکین طرح شکایت کنن که قوه قضاییه با محرکینی که بچه های اونا رو وارد این عرصه ها کرد برخورد لازم رو داشته باشه. علی کریمی اسطوره فوتبال ایران که در آخرین پست هایش ویدیوی خشونت پلیس نسبت به یک زن و کوبیدن سر او به جدول خیابان را منتشر کرده و به قتل حدیث نجفی هم واکنش نشان داده، در واکنش به پیشنهاد مصادره خانه‌اش به خاطر حمایت از معترضان نوشته: عمری با جون کندن یک خانه درست کردیم، نمیدونستیم خاری میشه تو چشمتون، اگه تونستین بگیرین، فدای سر مردمم. حکومت میداند که حمایت افرادی همچون علی کریمی از مردم معترض میتواند کار سرکوب و ساکت کردن معترضان را سخت یا حتی غیر ممکن کند. حکومتیان به همین خاطر ابتدا زمزمه بازداشت علی کریمی از طریق اینترپل را مطرح کردند و اکنون مدعی شدند قدم نخست برای این کار را برداشتند. یک کانال تلگرامی متعلق به سپاه پاسداران این تصویر را منتشر کرده که ظاهراً سند اعلان قرمز پلیس بین‌الملل است با تصویر و مشخصات علی کریمی. تاریخ این سند مربوط به 23 سپتامبر 2022 یعنی جمعه گذشته است. البته این سند یک ایراد جدی دارد و آن این است که شماره پرونده ندارد. این یک نمونه از اعلان قرمز اینترپل برای یک شهروند روس است. در بالا سمت چپ شماره پرونده دیده می شود. ولی سند ادعایی منتشر شده درباره علی کریمی شماره پرونده ندارد. در ضمن با مراجعه به سایت پلیس اینترپل و جستجوی نام علی کریمی متوجه می شوید چنین درخواستی ارائه یا پذیرفته نشده، چرا که اساساً علی کریمی تخلفی انجام نداده که اینترپل بخواهد او را مورد تعقیب قرار دهد. بدین ترتیب سند منتشر شده توسط سپاه یک سند جعلی برای به راه انداختن جنگ روانی علیه اسطوره فوتبال ایران و خاموش کردن اوست. و نمیدونید که پشت این روسری و این چادر خودشون چه پیشنهادهای کثیفی به ما دادن، چه جوری با ما رفتار کردن. اینم از روسری من. آره روسریمو در آوردن، چون یه خبرنگارم نباید روسریم در بیارم، در میارم. من این حجاب شما را توی سطل زباله میندازم. پایین میدون حفظ هستم. قیامت واقعا به معنای واقعی کلمه قیامت. دم تک تک مردمان ایران گرم که اومدن شرکت کردن. آفرین به درود و به غیرت و شرفتون. مامورها واقعا به تمام معنی ریدن، یعنی خستگی تو صورت همشون موج میزنه. مردم فقط بیاین، خواهش میکنم فقط بیاین. حکومت جمهوری اسلامی ترسان و لرزان از خشم ملت در کنار سرکوب و قتل و جنگ روانی روز یک شنبه یک مراسم سیرک به نام امت رسول الله هم برای دفاع از خود به راه انداخت. یه روز میای میگی آقا سید علی بد جور مریضه، فرداش میبینی آقامون میاد با ابهتش، با صلابتش، رو همه نقشه هات آب یخ میریزه. سلبریتی ننگت با، از شهدا و شرمت با. اما علارغم توطئه‌های حکومتی و شعارهای ساندیس خوران،
سردار آزمون ستاره تیم ملی فوتبال ایران هم روز یکشنبه به معترضان پیوست. آزمون در پستی همراه با تصویری که به نظر می رسد از یک مراسم حکومتی است نوشته به خاطر قانون تیم ملی تا الان نتونستیم چیزی بگیم تا اردو تموم بشه ولی دیگه طاقت نیاوردم. تهش میشه خط خوردن من از تیم ملی که فدای یک تار موی زنان ایرانی. به هیچ عنوانم این پاک نمیشه. بخوان هر کاری بکنن. شرم بر شما که آدمها رو به راحتی میکشین. زنده باد زنان ایرانی. سوم مه اتوبان سر نه جمهوری اسلامی. در این بین اخباری هم منتشر شده مبنی بر آن که گروهی از استادان دانشگاه ها هم به جمع معترضان پیوستند و یا اعلام کردند کلاس های درسشان را برگزار نخواهند کرد و یا کلن استعفا دادند. لیلی گلداران عضو هیئت علمی گروه ادبیات نمایشی دانشگاه شیراز یکی از این افراد است که علاوه بر یک عکس بی‌حجاب نامه استعفایش را در اعتراض به سرکوب معترضان منتشر کرده. او در بخشی از این نامه با اشاره به شعار خیابون‌ها غرق خون استادامون خفه خون که توسط دانشجویان سر داده شده نوشت پشت خواسته های به حق و در کنار دانشجویان میستم و صراحتاً اعلام میکنم کرسی پای شکسته استادی و حقوق آغشته به خون جوانان ارزانی باعث و بانی بی دانشگاهی که علیه دانش، علیه هنر، علیه فرهنگ و علیه دانشجو بنا شده است. سه مهر 1401 دانشگاه تهران کوی دانشگاه. زنده باد بچه ها! همه مسئول حراست رو هو کردن که خواست جواب بخوابونه و سلام کرد به بچه هایش که جواب سلامش رو نداد. آمپلیفایر هم وصل کرد. بچه ها دست است. هم صدایی بر نداشتن. میدان اصلی دانشگاه 3 مهر 1401. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنین سابسکرایب کنین، زنگ رو فشار بدین و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. حتما کامنت بذارین یا کلید لایک یا دیسلایک رو بزنین. اگر هم دوست دارین از ما حمایت مالی کنین یا روی کلید ثانکس یا جوین که در زیر ویدیو هست کلیک کنین. ممنون از حمایت و همراهی شما.